سلام بچه ها، من در این پینک پر ما امروز با هم دیگه اومدیم تو ادامه کریر تد لاسو ببینیم که خرید و فروش و اینا چی میتونیم داشته باشیم. و این پارته اگه عددی بخوام بگم نمیدونم چنده، چون پارت قبلی دوباره طولانی شد، ممکنه که اونو نصف کرده باشم، الان نصف دوم اونه، ولی یه جورایی میشه پارت چهارم دیگه، به خاطر شماره گذاری میشه پارت چهار. و بریم ادامه داستان دیگه. اگه پارت 1 2 3 رو ندیدین حتما ببینید، که چون الان یهو میریم وسط ماجرا. خب اگه نمیدونید که اول ماجرا چی بوده، اونا رو باید ببینید که بریم الان وسط ماجرا ببینیم که تیم نیم فصلمون بالاخره چه شکلی میشه و چه جوری میتونیم ببندیمش. و همین دیگه، پیشنهاد می‌کنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا یه چند روز بریم جلو، چند روز که واقعا یه چند وقت بریم جلو، تقویم کلیو باز کنیم. الان تو لیگ با میدلزبرو فکر کنم بازی داریم، و اگه اشتباه نکنم بعدش با واتفورد بازی داریم، بعد با کاردیف و بعد با نوریچ. فکر کنم نوریچ و کاردیف و اینا، نوریچ و واتفورد تیمای خوبی هن، چون تو پیل تمین تازگی ها بودن. ماه بعدمونم این تیمه نمیدونم چیه، ولی یه بازی با برنلی داریم. حالا فعلا یه دو تا بازی ببریم جلو تا بعد بازی واتفورد بریم جلو ببینیم. البته بریم جلو ببینیم چه جوریه، چون ترانسفر مارکت بازه هی چیز میادش، انقدر نباید بریم جلو. ولی یه دو هیچ خوشگل بردیم و یه دو هیچ خوشگل هم باختیم، یعنی میداد برو رو دو هیچ باختیم، دقیقاً هم یه دو هیچ باختیم بعدش، یعنی یه دو هیچ برد یه دو هیچ باخت، عشان تفاضلمون تو این بازی میشه صفر. یه سه امتیاز گرفتیم از دو بازی و تفاضلمون صفره، خیلی عالی. یه سری چیز میز اینجا اومده که همه اینا رو چیز میکنیم، میریم تو ترانسفر ها بمون. دوباره جیمی تارتو میخوان 72 صد، این بار بنفیکا میخواد. نمیدونم این داستان تیمای پرتغالی چیه که رو ما سیخ کردن. کاکبرن رو 2 ساله قرضی میخوان، که ما قرضی فعلا اوکی نیستیم کلا. جیمی تارت هم دوباره ما ریجکت میکنیم. وینچستر هم 8,300,000 میخوانش، که اینم ما ریجکت میکنیم. فکر کنم وینچستر رو باید بریم قراردادش رو تمدید کنیم، خیلی دارن دیگه رقم های پایین میدن. دیکسونمون رو وات فاک 1,000,000 میخواد. براگا 1,000,000 میخواد، بدون اینکه خندش بگیره 1,000,000 میخوادش، و یه بازیکن هم میخواد بهمون بده، که اون بازیکن کیه؟ لوری مندریوس، مندروس، یه همچین چیزی، که 28 سال است و سی ای ام. داداش میخوام چیکار؟ ول هم کن باهو. چه درخواسته چرت و پرتیه میدن؟ واقعا درخواست بیشرمانه که میگن اینه. 13,000,000 گودمنو میخوان. گودمنو گالاتاسرای میخواد. گالاتاسرای پول بده نبود. بعد رابرتمون هم 12,000,000 میخوان. 12,000,000 چی میخواد؟ ریور پلاته. آها. اینجا جالبه، چون خیلی دوست دارم بریم استعداد بیاریم از اون ناحیه، ریور پلاته و بوکا جونیور و کلا آمریکای جنوبی بریم بازیکن بیاریم. این میتونه جذاب باشه. میتونه جذاب باشه اگه با اکسچنج و اینا اوکی باشن. پولی که داره میدن بد نیستش، ولی ببینیم که با اکسچنج میتونیم چیزی ازش بگیریم. فول بک چی داره؟ بازیکناش همه سمبالا ان که آدی من اسم می‌کردم، الان میریم بازیکن خوب میتونیم ازشون بگیریم. سنتر بک چی داره؟ دیدی اینا همه 37 سالشه یارو، یا خدا. اون چیزی که فکر میکردم کنسله، ولی واقعا اون طرف هم استعداد خوب داره. آه اصلا این وینگره خوبه دیگه، سانتیاگو سیمون، مارکت ولیو 10.5 و 20 سال است. خدایش خوب چیزیه. استرایکر چی داره؟ بورخا، سوارز، همه سمبالان. نه کلن اون چیزی که فکر میکردیم کنسل شد، بدم کنسل شد. البته این بازیکن خوبیه، این نیکولاس دلا کروز واقعا بازیکن خوبیه، یعنی اگه بتونیم اینا رو عوض کنیم، که یارو گاو باید باشه که قبول بکنه، اگه بتونیم اینا رو عوض کنیم واقعا خیلی خوبه، ولی میگم گاو باید باشه تا قبول بکنه. آره میگه اکسچنج اوکی نیستیم، واقعا میگم هیچ کینو قبول نکن، چون دلا کروز خیلی هافک خوبیه، فکر کنم پتانسیل هم داشته باشه. پس یه کوچولو رو رقم میتونیم اوکی کنیم یا نه ریجکت کنیم، بریم اینا رو تمدید کنیم، چون همه هولوژ یه سال اینا مونده، خیلی داره رقم ها پایین داره واقعا پیشنهاد میشه. اینا همه باید بالای 20 فروش بره، اگه میخوایم به نون و نوایی برسیم باید واقعا قیمتش بره بالا. رویکن چقدر حرف میزنه داش، باشه دیگه هر چی بگی اوکیه.
بریم اینا رو یه تمدیدی بزنیم تو قسمت اسکواد، اسکواد هاب، مالی و کسایی که گذاشتیم برای فروش. مارکت ولیوش چه باحال، مارکت ولیو ها رو درصد هم کنارش میزنه که چقدر رشد کردن و این چیزا جالبه. خب ببین الان میریم یه قرارداد نمکی با دیکسون ببندیم. اولین باره دارم میام تو این رستوران فکر کنم امسال. رستوران همون، یعنی اکثر رو نکردن از کریر پارسال تا امسال عوض کنن رو دیوار. من نمیدونم چرا اینجوریه. اینو اکسپت میکنیم. بعد کانترکتشو دو ساله میکنیم. بعد ریلیز هم نمیذاریم. بعد حقوقش هم چقدر بود؟ 25 و 500. یا خدا چرا انقدر بردم بالا؟ 20 و اشتباه 26 میکنیم بکنم. میخواییم چیز کنیم، قرارداد باشون تمدید کنیم، یه ذره باید بذاریم روش که یارو حرف نزنه. اوکی آقا یاد نرفت روش، بکنم 500 گذاشیم روش. اوکیه، فکر کنم الان اگه اون قضیه که شما گفته باشین درست باشه، اینو از همون گرونتر بخرن. اگه همچین اتفاقی بیفته بقیه هم این کار رو باشون میکنیم. بذار یه چند روز بریم جلو، از اینجا بریم جلو یه پیشنهادی میادش ببینیم. خب ببین الان بازی داریم با کاردیف، ما 6 امتیازه ایم، کاردیف 5 امتیازه. جفتمون هم وضعیتمون خرابه، ولی بازی رو کویک سیم میکنیم. تیممون هم همون تیم آماده یکی داشتیم و کویک سیم میکنیم به امید برد. 4 تا زدیم، اوبی دبل کرده، روخاس دقیقه 20 گل زده، بعد اوبی گل زده، بعد یه دونه خوردیم 2-1 شده، بعد تارت زده و بعد دوباره اوبی زد و 4-1 کاردیف رو پاره پاره کردیم. آقا دبلیو دبلیو تیم داره رو میاد قشنگ قشنگ. میدونم شما هم دارین حس میکنید که تیمه داره رو میاد. این تیم رو بیاد دیگه هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ. ببینیم اینجا چیه، گودمن رو میخوان. گودمن اسم کنم از فامیله سال گودمن باشه. هیچ کی هم نمیشه قیافش هم شبیه آخه به سال گودمن. ببین 30 ساله است، قیمتش هم بالاه، ولی بذار کلاب بروخ رو به آخ باجی. کلاب بروخ یه دونه بازیکن داره مال بارسا بودش، الان رفته اونجا، فکر کنم قرضی دادنش. اگه قرضی باشه که نمیتونیم کاری کنیم. بذار بریم یه صحبت کنیم، فکر کنم جوتلا یه همچین چیزیه، مهاجم نوکه که اسپانیاییه، خیلی استعداد خوبیه، واقعا بازیکن خوبیه. ببینیم میتونیم اونو یه حرکتی بزنیم. استرایکر همینه، 23 ساله بران جوت، واقعا بازیکن خوبیه. یارومچو کن اینا که چی، به اینو اگه بتونیم بگیریم نمیدونم پتانسیلش چنده، چک نکردم، ولی خیلی خوبه. اگه 13 میلیون پیشنهاد داده جوتلا رو بگیریم با چه یه ذرم روش باشه دیگه، مثلا چه میدونم چقدر بود، یه 6 میلیون باشه، 6 میلیون و جوتلا قبول نمیکنه. کلم چرا هیچ کدوم با سواپ اوکی نیستن، ولی این جوتلا خیلی خوب بود اگه میتونستم بگیرم. نمیدونم دلیلی داره هیچ کی سواپو قبول نمیکنه، پیشنهادهای ما بده یا کلا سواپ اوکی نیستن اینا. پس حالا که اینجوری شد ما هم قیمت رو میبریم بالا دیگه، چاره ای نداریم. 18 میلیون اون میگه 13 و 800، ما دوباره رقم جدید پیشنهاد میدیم، 14 و 40 و قبول نکرد. این همون 13 و 800 گفته بود میخوانن، تیم گدا بود، تیم کلاب بروخ بود، گداه. کلاب بروخ هم میره کنار گالاتاسرای که تیمای گدایی هن. اینا گدایی هن واقعا. ببین الان کاری که نیازه بکنیم یه چند روز دوباره بریم جلو، بعد توی کاپ با والسالد بازی داریم. خب احتمالا میبریم، ولی به خاطر اینکه کاپ و اگه نبریم حذف میشیم و داستان میشه و فلان و این چیزا، ما میایم چیکار میکنیم، بازی رو سیم میکنیم و تیممونم یه تغییرهایی توش میدیم که یه کوچولو بازیکنها بیشتر و بهتر استراحت بکنن.
چیکار میکنیم؟ میایم اینجوری میکنیم، این بازیکن رو میاریم اینجا، اینجا هم بازیکنی نداریم، این هیوس رو میتونیم، هیوس چپا بودش واسه هم سوال بود که چپا یا راست با. اوبیسانیا رو هم میتونیم بازی ندیم، به جاشون یارو کوکوچه کوچوکه چیه، اینو بازی بدیم و کلا دو تا تعویض داشته باشیم، یه کوچولو بازیکن‌ها چی سرشن دیگه. آره در همین حد خوبه دیگه، بیشتر از اینم نداریم که بخوایم تعویض انجام بدیم. بازی رو سیم میکنیم، کویک سیم نمیکنیم، سیم میکنیم. چی میگه؟ اوکی نمیدونم منظورش چی بود، اوکی میکنیم. ببین چی میشه دیگه، صدای گزارشگرم هستش. ببین اگه دو تا سه تا همین اوایل کار بزنیم کویک سیمش میکنیم. اینجا آفساید دادم بچه ها، یه دفاع خوب از مکادو، هیوس رید تو موقعیتمون، مرسی. حالا فرصت و دنی روحاس دقیقه 12 گل زد، دنی روحاس زد. آقا واقعا میخوام ریسک کنم، واقعا میخوام ریسک کنم. ببین جامپ تو ریزالت 3-1 تموم شد رفت. قشنگ تیمه دیدم که از سطحش اما پایین تره، والسال اصلا یه تیم ضعیف و داغونی بود که دبل روحاس و تک گل جیمی تارت باعث شد که خیلی ایزی بازی رو ببریم، خیلی ایزی واقعا. اینم از این بازی کاپمون رو بردیم، دوباره چند روز میریم جلو. پیشنهاد داریم واسه دنی روحاس، خیلی داره خوب گل میزنه، قشنگ تو ذهنم بود که الان هست که پیشنهاد بهش بدن، ولی قابل فروش نیست. اینا رو میتونیم بلاک کنیم ولی حالا همینجوری هست و رد میکنیم، فرقی هم نمیکنه. آرسنال میخوادش 35 میلیون و 800. این یعنی که تیمای لیگ برتری هم دیگه خطر رو حس کردن، دارن بازیای ما رو نگاه میکنن و فهمیدن که یه تیم قوی داره میاد بالا. چرا مکادو انقدر ما شاکیه؟ البته کلا تو فیلمش هم خیلی چیز اونوق بود و عصبی بودش، الان هم همون جوریه، نمیتونیم راضیش کنیم هر کاری میکنیم. خب بازیکن ها رفتن واسه بازی ملی، بالده تیم ملی اسپانیا میخوادش، دروازه‌بان اون کانادا میخواد، دنی روحاس هم مکزیک میخواد. این سه تا بازیکنمون بازیکن اصلی هم هستن سه تاشون، این سه تا رو تیمای ملیشون خواستن که یکم داستانه، ولی عیبی نداره. بریم بازی کنیم، یعنی بازی که نمیخوایم بکنیم، بازی رو بدیم بره جلو. کنفرانس و این چیزا رو هم اسکیپ میکنیم. بعد این تیم هستو بازیکن سارا هایجی، یارو هافبک اسمش ساره. اوکی ما میریم واسه یه چیز کویک سیم، لیگشون زیاد چیز نیست و 5 تا به نوریچ زدیم. تیممون عجیب غریب داره خوب میشه حاجی. دقیقه 7 هیوز گل زده، بعد روحاس زده 2 تا گل، اوبیسانیا زده و بعدش هم بومبرکش زده. این تیم واقعا تشویق ایستاده داره، حالا حال ندارم پاشم ولی دمشون گرم، بچه‌ها خوب دارن نتیجه میگیرن. وضعیت جدول رو نگاه کنیم، جدولمون کجا نشون میداد؟ اینجا بود دیگه. چرا راه دور رفتیم؟ سومیم آجی، سومیم در حال حاضر. و اون قضیه سود کردن به پریمیر لیگ هم الان دیگه اینجا مشخصه دیگه. بهتون بگم که آقا برنلی و هال سیتی یعنی تیم اول و دوم مستقیم میرن پیل، دوتا تیم اونور سقوط میکنن، دوتا میرن جاشون، بقیه پلی آفی هن. یعنی الان ما همینجا هم تموم کنیم پلی آف کنم باید بریم، که فعلا شرایط یعنی اوکیه. و برنلی تیم اوله، با برنلی فکر کنم ما بازی نکردیم هنوز، توی ویدیو بعدی با برنلی بازی داریم، بازی بعدیمونه دقیقا، نه بازی بعدیمون بازی با برنلیه که خیلی بازی مهمی شد، فکر نمیکنم برنلی سلد جدول باشه، ولی الان برنلی رو حتما باید خودمون بریم جلو بازی بکنیم و ببریمش، خیلی بازی مهمیه. بعد دو تا هم درخواست جدید دادن واسه وینچستر 9200، دنی روحاس هم که همونی بود که رد کردیم. این وینچستر هم مونده رو دستمون، ها نمیدونم باید چی کارش کنیم. حالا فعلا تو این قسمت تو فروش بازیکن شرایطمون خوب نبوده، چه چند روز بریم جلو تا قبل بازی وقت داریم و بریم دیگه، به بازی رسیدیم نمیتونیم کاری کنیم و رسیدیم به ددلاین دی. اصلا حواسم نبود که ترانسفر مارکت تا ابد وقت نداره و رسیدیم به جایی که دیگه وقت تموم شد، رسیدیم به ددلاین دی و یه درخواست جدید واسه دنی روحاس داریم، 36 میلیون و 700 از آژاکس که ریجکت میکنیم.
وینچستر رو پس یه جورایی بریم بفروشیم. بالاترین پیشنهاد این چند وقتش هم هست دیگه، 8500 8600 9200 از ریور پلاته. 9200 میریم واسه مذاکره کردن. 9200 خدایی تو اگه تا 10 بتونیم ببریم عالیه. تا 10 بتونیم ببریم خیلی خوبه. بذار ما پیشنهادی که میدیم 9 و 10 باشه. 10 و 10 دیگه، 10 خالی. 10 میلیون تموم شد. 9200 تا 10 میلیون دیگه فاصله ای نبود. تا 10500 اینا هم شاید میتونستیم ببریم، ولی فکر کنم اون نمره ای که به ترانسفرمون میده، امیدوارم که فقط خود وینچستر بره به قرارداد ببنده. یه دور با آجاکس میخواستیم بفروشیمش، نتونست خودش چیز کنه. امیدوارم که خودش اوکی رو بده و بره و این 10 میلیون رو بهمون کمک میکنه. آقا باید بازیکن بخریم، یه بازیکن بریم همین الان بخریم ببینیم پیشنهادایی که اینجا بهمون داده چیاست. یه سری بازیکن واسمون در آورده و جمع کرده جوون مبونا، ببینیم که شرایطشون چجوریه. بازیکنایی که بهمون پیشنهاد داده، ویلیان 34 ساله است، آنتونی مارسیال که میگم مهاجم نمیخوایم و یعنی اصلا گزینه‌های خوبی هن. اینجا هم کل بازیکنایی که بهمون پیشنهاد داده مهاجمه. این طرف چیا بهمون پیشنهاد داده؟ هکتور بیرینه که 27 ساله است و نه باش حال نمیکنم. اینجا هم دیگه پیشنهادی نداریم و اینا هم رفتن پیشنهاد کنن دیگه، یعنی بازیکن بیارن. میتونیم بگیم که مثلا چه میدونم بره از فلانجا، ببین اینجا به نظرم میتونه چیز خوبی باشه، مثلا چه میدونم بره از فرانسه بره واسه اون بازیکن بیاره. میتونیم اسکاتای دیگه هم هایر کنیم و بیاد واسه اون کار بکنه، ولی فعلا اوکیه. نمیدونم دیگه، حالا ببینیم که از اسکاتا چیز خاصی نتونستیم بگیریم. یه بررسی رو تیم داشته باشیم، ببین با وضعیتی که الان پیش اومده در حال حاضر به نظرم شرایط خریدن دفاع کناری دیگه نیست. خب به نظرم اون بودجه که داریم و بذاریم واسه خریدن هافک، دیکسون رو نگه داریم، یعنی حداقل تا نیم فصل ما دیکسون رو نگه داریم، ببینیم که چجوریه. تازه هم باش تمدید کردیم دیگه، تا نیم فصل نگهش داریم، اگه دیدیم نه واقعا نیاز داریم که اون پست رو تقویت کنیم می‌خریم. فعلا نخریم چیزی. و بالده هم که واسه این طرف خریدیم، یه دونه هافک یا مثلا المارم اگه بتونیم بخریم به جای این هیوس و اینا خیلی خوب میشه. اون هافک هم تعویضی مثلا داریم، ولی باز یه دونه رو نیاز داریم، یه دونه رو خداییش نیاز داریم. ببینیم که شرایط چجوری، حالا تو این تایمی که مونده بازم واسه خریدن میان سراغمون، ببینیم که الان میتونیم چیزی بخریم هافک یا نه. خب آقا یه بازیکن پیدا کردم، پتانسیل خیلی خوبی داره، الان بریم سرچش کنیم. بازیکن به نظر جالبی، همونه که میخواستن بکنن تو پاچمون به زور و اینا. یه بازیکنه، فکر کنم تیمش آلکمار بود، الان نمیدونم، حالا شاید تیم دیگه رفته باشه. دفاع چپ 18 ساله است ایشونه، قیافه شبیه ارلینگ هالنده. این خیلی بازیکن خوبیه. خب اگر بتونیم بذار ببینیم اسکات میتونیم بکنیمش. استافمون بیزیه آجی، استاف بیزی و الان نمیتونه چیز کنه. نمیدونم اگه بتونیم اینو بخریم، دفاع چپ اوورالش نمیدونم چنده، ولی تا 84 اینا پتانسیل داره، یعنی پتانسیلش خیلی خوبه، سرعتی هم هستش. مثلا اینو بگیریم میتونیم بندازیم چپ، باله بره راست، خیلی خوب میشه. ولی اگر نتونستیم و اینا، همون دیکسون رو ما نگه میداریم، یعنی دفاع راست دیکسون، دفاع چپ بالده، تا نیم فصل رو میریم. یعنی مثلا این بازیکن رو میتونیم نیم فصل بگیریم که حالا اینم میتونه گزینه خوبی باشه، مجارستانی هم هستش. خیلی این گزینه جذابیه. به عنوان هافک وسطمون دو تا گزینه زیر نظر دارم. یه دونه اتبوه که قبلا تو فیفا التیمیت هم کارت اسپیشیال گرفته بود و خیلی باگ بود و خوب بود و اینا، مال واتفورده که الان تو لیگ خودمونه. یه دونه دیگه هم که هستش گیلموره. گیلمور رو فکر کنم بشناسینش، بذار سرچش کنم. بیلی گیلمور 21 ساله است، هافک و در حال حاضر توی برایتونه، اسکاتلندیه. خیلی شرایطش خوبه، یعنی اوورالش و اینا نمیدونم چنده، ولی بودجه ما میخوره، خیلی گزینه خوب. فکر کنم ریل فیس هم باشه، یعنی فیسش چیز باشه، اسکن شده باشه، اگه اونجوری باشه که خیلی خوبه. حالا اینا رو میذاریم واسه یادم رفت چیزش کنم، یادم رفت شورت لیستش رو بزنم که اونجا باشه. 18 روز طول میکشه تا نتیجهش رو خب کنسله. اینا رو ما نگه داشتیم واسه ددلاین که اصلا شهر من اصلا حواسم به ددلاین و اینا نبود. اینا همه باید بره برای نیم فصل، اینجوری بخوام حساب بکنیم، همه باید بره واسه نیم فصل. اتبورم بزنیم.
خب ببینیم که الان بذار یه ساعت بریم جلو. واقعا تو این 10 ساعته اتفاق خاصی نمیتونه بیفته. خب کار خاصی نمیشه کردش و یه جورایی از دست دادیم ترانسفر فصل و قبل پیش فصل و ولی نیم فصل رو میتونیم برگردیم کامبک بزنیم. خب آقا ما دیگه وقت نداریم که صبر بکنیم واسه اینکه اینا اسکاتشون تموم بشه و این چیزا، میریم واسه درخواست دادن واسه خریدشون. حالا نمیدونم وضعیت چجوریه ولی بازیکنای خوبی ان جفتشون، هم این یارو میلوس کرکز هم بیلی گیلمور. این دو نفر، این CMCDM میتونه بازی بکنه، اینم که دفاع چپه. اگه بتونیم بخریمشون واقعا اوکیه و تیمو بستیم. بریم واسه خریدش یه مذاکره داشته باشیم با تیم برایتون. خیلی فکر کنم سخت باشه خریدنش ولی همین اول کار ما پیشنهاد به ارزش 7 میلیون میخوایم بدیم. ببینیم چیزی داریم بدیم، پلیر سواپ اگه بتونیم بکنیم میتونیم با قیمت ارزونتر بگیریمش. نه دیگه، هافک فقط این سه نفر موندن که سه تا بازیگرن رو میخوایم نگهشون داریم. کنسل. بذار از این سنتر بک های چرت و پرتی که زیاد داریم یه دونه مثلا 4 میلیونی بدیم، اونگو بابا توندو اینو بدیم. بعد آفر خودمونم مثلا در حد چقدر این 4 میلیونه، ما هم یه 5 میلیون بذاریم روش. نمیدونم واقعا ارزش قیمتی چنده چون اینا اسکات نشده، ایده ای نداریم. ممکنه که الان خیلی بالاتر داده باشیم و خیلی پایینتر و یارو شاکیشه، ولی بدیم که حرف درستی زیاد نیستش. بدیم ببینیم چجوریه. میگه آقا بابا توندو تو نگه دار واسه خودت 5300. دمت گرم داداش، خیلی خوبه، بیشتر سود کردیم تا ضرر کرده باشیم. ما 5300ش رو میاریم روی 5 ببینیم قبول میکنه. ای بابا دوباره یادم رفت، نه درسته، درست بود، یه لحظه بگم اکسپت نکردم. ولی 5 میلیون اوکی، یارو گاوه. بهش گفتم یه بازیکن میدم با 5 میلیون قبول نکرد، بعد گفت بازیکنت مال خودت، همون 5 میلیون رو دادم قبول کرد. خیلی گاو بود. خیلی، یعنی یه طویله گاو قشنگ. آقا بیلی گیلمور بازیکن خوش چهره و خوش استیل و جون، خدایش خرید خوبی زدیم، خرید خوبی زدیم. این یارو کرکزم بگیریم کارو بستیم. بریم مذاکره داشته باشیم. آها میگه مال خرید نیستش. چی میگه؟ آره میگه تیمش تو اون پست دیگه بازیکن نداره و این قابل خرید نیستش، ولی ما اینجا نگه میداریم، نیم فصل اگه شد میریم سراغش. به آقا هافک رو خریدیم، دفاع چپ و راستمون هم شد همون بالده و با دیکسون. دیکسون یعنی واسه نیم فصل نگه داشتیم. یا هافک هم خریدیم، آخ واقعا شرایط خوب بودش. خب آقا دیگه میشه گفتش تو ترکیب فیکس و اینا چیزی نیاز نداریم واسه نیم فصل، ولی دیگه پول زیادی هم نداریم. ولی به عنوان یه بازیکن وینگر ذخیره میخوام بگیرم که مثلا اوبیسانیا و هیوز اگه خسته شدن، مصدوم شدن، چیزی شدن، یه دونه داشته باشیم. بعد واسه اینجا دیگه بازیکن خیلی پتانسیل بالادار و فلان و اینا نیاز نیستش، هرچیه یه چیز تعویضی خوش قیمت میخوایم بگیریم. بخاطر همین یه بازیکن سرعتی و خوب هستش که فکر کنم بشناسینش، فکر کنم کارت اسپیشیالش هم توی آلتیمیت دیده باشین، اسمش هولتمنه، هولتمن، گریت هولتمن ال امه ایشون. خب اینو اگه بتونیم بخریم 27 ساله است. خب ولی به درد تعویضی که میخوایم میخوره واقعا. ببینیم که میتونیم حالا شرایطش رو اوکی کنیم یا نه. قیمتش پایین باید باشه، مال فیلیپینه، قیافش به فیلیپینیا نمیخورد ولی مال فیلیپینه. بذار بریم چیز کنیم، اگه شد و تونستیم بگیریمش که خب خوبه، اگه نشدم همین گیلمو رو میریم مذاکرهش اوکی میکنیم و میگیریمش. برو بریم واسه خرید با تیم اشتوتگارده، برم رفته اشتوتگارد. اوکی خب ما بهش درخواست قیمت 4 میلیون رو میدیم، ببینیم قبول میکنه. قبول کرد، اسم کنم بازم گرون خریدم 4 میلیون، ولی اوکی 4 میلیون دیگه بهتر از این نمیشه بگیریم. خوبه خدایی، میبینی فیسش هم اسکنه، بیک فوت و اینا نابوده، ولی بازیکن خوبیه، سرعت بالایی داره، اکسلریشن و شوت پاور و اینا داره و به درد تعویضیمون واقعا میخوره. آقا دبلیو این دو تا بازیکن خریدیم و دفاع راستمون هم نگه داشتیم، چپ هم که بالده، دوتا وسط، همه چی اوکی. فکر کنم میشد یه دفاع وسط هم بخریم ولی حالا میذاریم واسه نیم فصل. بیلی گیلموره رو باش حال کردم.
بریم مذاکره رو انجام بدیم و قراردادش رو ثبت کنیم، اون یکی هم ثبت کنیم که اوکی شه. خب نقش شما اکسپت میکنیم، ولی خب میتونه حتی فیکسمون هم باشه، بازیکنیه که بهش نیاز داریم، 21 سال از 4 ساله باش میبندیم اوکیه. بند آزادسازی کلن دینای میکنیم، قبول نمیکنیم. گفت 12 میلیون بند آزادسازی میخوام که ما اصلا کلن قبول نکردیم. حقوقش هم یه مقدار اگه بتونیم بیاریم پایین، ساینین بونوس بالایی مثلا داره میگیره و حقوقش هم خیلی بالاه، یه مقدار دندونگرد بازی داره در میاره، من اینجوری حال نمیکنم. 15 میکنیم و اونم یکم میاریم پایین، قبوله؟ 15 و 500 رو میگه میخوام، نمیدونم با اون 500 میخواد چی کار بکنه، ولی ما هم دیگه حالا زیاد بهش سخت نمیگیریم. قفلی زده من اون 500 هم رو میخوام، آجی 500یه من رو بده داش بیا اینم 500. آقا گیلمو رو خریدیم، عمر دومی خرید باشگاهمون تو سومین قسمت، بیلی گیلمور. حس میکنم بازیکن خوبیه، نمیدونم چرا حس میکنم بهش فرصت بدیم و بازی بکنه، اوورالش هم دیدین دیگه تا 834 میتونه بره بالا. حس میکنم خیلی بازیکن خوبی خریدیم، استش هم گرفت و اوکیش هم داد و همون چیزایی که واسه بالده انجام دادن دیگه. و گیلمور دوست داشتنی بچه خوشیه لا، حال کردم باش. آقا دبلیو ببینیم که نمره‌ای که بهمون میده چه جوریه. با 5 میلیون از برایتون خریدیمش و اف داد، نه بی داد، ای بالاترینشه دیگه یا ای پلاس هم داره، ولی بی داد. تا الان بهترین ترانسفری که داشتیمه، هم لحاظ حقوقی خوب خریدیمش و هم خوب خیلی خوب خریدیم. بعد داره میگه که اگر یه کوچولو مثلا بهتر مذاکره میکردی 1 میلیون ارزونتر هم میتونستی بخری، تا 4600 اینا هم میتونستی بگیری مثلا، ولیوش 4500 بود، ما 5 خریدیمش. اولش که ما فاجعه بود، بهش یه بازیکن پیشنهاد دادیم و اینا خیلی چیز بود. این نسبت به 5 میلیونی که واسه اون دادیم اینو داریم گرون میخریم، این یارو هولتمنه رو داریم گرون میخریم، ولی دیگه بریم بخریم دیگه، یا میتونیم نخریم، میتونیم نخریم واقعا. حس کنم 4 میلیون زیاد دادیم، میتونیم کلن بریم واسه خریدنش دیگه. حالا اوکیه، حقوقشو میاریم پایین دیگه، از اونجا چون اونجا گرون خریدیم اینجا حقوقشو میاریم پایین تر که بسرفه واسمون. خب نقششو روتیشن میذاریم، احتمالاً هم قبول کنه، مثلا گوه خورده قبول نکنه. 27 سالشه، ما باهاش 2 ساله میبندیم، تو پنجره نیم فصل ردش میکنیم بره، تا نیم فصل میخریمش، نیم فصل ردش میکنیم بره، با مذاکره و فلان و اینا میتونیم گرونتر هم ردش کنیم بره تازه. بعد بند آزادسازی هم که هیچی اوکیه. قیمتش، حقوقش چقدر؟ 10,000 تا. 10,000 تا فکر کنم خوبه دیگه، به گیلمور 15,000 تا دادیم، 10,000 تا ساینینگ بونوس هم یه 50,000 تا بهش میدیم، حس میکنم فوشه این واسش. 15,000 میخواد و یا ابوالفاس چقدر چیز میز داره، میگه 5 تا گل بزنم 97 خورده ای میخوام. داداش تو 5 تا گل رو بزن من 200,000 تا بهت میدم. نه ولی ما میگیم 10 تا گل، 10 تا گل بزنی ما بهت 107,000 تا میدیم، تو بزن 10 تا رو. و ساینینگ بونوس و اینا اوکیه، یه ذره حقوقش ورد بالاتر اوکیه. 15,000 تا به گیلمور هم همینقدر دادیم دیگه. آقا هولتمن رو هم خریدیم، هولتمن هم خرید جدیدمون بودش که دیگه اینو اسکیپ میزنیم. اینو میدونم نمره بدی بهم میده، میدونم نمره خیلی افتضاحی قراره بگیریم، افتاد بدترین حالت ممکن 2 میلیون ارزون تر میتونستیم بخریم، ولی پیس 94 داره. آره اینو واقعا میدونستم بد خریدم، ولی چون دیگه ددلاین رسیدیم واقعا پول خوبی هم واسه همون مونده بود دیگه. بذار ببینیم آکو، الان دیگه پولمون دیگه به فاک رفتش کنسل، ولی دیگه چیزی هم نمیتونیم بفروشیم اینجوری که چیز شدش. نقل و انتقالمون یه جورایی میشه گفتش که واسه نیم فصل فیکس شدیم دیگه، بستیم، چون دیکسون رو باید نگه داریم، بعد اینا هم که به عنوان تعویضی و اینا به دردمون میخورن همشون یه جورایی، بعد این چیزا رو هم اینجوری میکنیم که یوس آلترناتیوش و تعویضیش میشه هولتمن، یارو بومبرکچم آلترناتیوش میشه گیلمور. گیلموره بازیکن جذابی میتونه باشه،
اگر بهش فرصت بدیم. بازی بعدیمون هم که توی ویدیو بعدی میتونیم بازی بکنیمش و گیم پلیش رو داشته باشیم، بازی خیلی خیلی حساسیه. تو ویکلی اسکیجولمون بیایم، اسکیجول که نه، با بازی همینجوری که اینجا میبینید توی این قسمت هم بیایم، میبینید دیگه برنلی صدر جدوله و بازی بعدی ما با برنلیه، یعنی بازی با تیم صدرنشینه. هال سیتی هم رقیبمونه این فصل. این دوتا تیم رو اگه بتونیم بازی کنیم و ببریم خیلی خوبه دیگه. ولی نوریچی که ما هفته پیش 5-1 بردیمش، تیم زیر ماه، یعنی تیم خوبیه و زدیم پارش کردیم. ببین من اینو از قصد نگه میدارم چون تیمو من بستم و فیکس شد، ولی از قصد این 9 ساعت آخر ترانسفر ویندو رو نگه میدارم. اگر پیشنهاد خیلی جذاب و خوبی تو کامنت های این ویدیو بدین میتونیم یه حرکتی بزنیم دیگه. حالا قطعا ما اگه هر ساعت رو ببریم جلو واسه خرید بازیکنامون پیشنهاد میدن، ما میتونیم اگه مثلا خرید خوب و خوش قیمتی تو کامنت ها پیشنهاد داده باشین، تو این فرصت کم هم باز میتونیم حرکتی بزنیم، یعنی سریع کیو بفروشیم و یکیو بخریم. اگه همچین اتفاقی افتادش میتونیم که باز حرکتی بزنیم، ولی از نظر خودم تیم نیم فصل رو بستیم. نظرتون تو کامنت ها واسم بنویسین و امیدوارم که این پارته طولانی نشده باشه دیگه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه دیگه. بیشتر از اینم جرفی دیگه نمیمونه. مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسماندنی پینک من و تا ویدیو بعد فعلا.